الاحتجاجات الأخيرة في المدن الإيرانية، فإن أعداد المعتقلين فيها وصلت بحسب الإحصائيات إلى الآلاف، أكثر من 80% منهم من الشباب. تعداد شرکت کنندگان در تظاهرات اخیر در ایران بر اساس آمار و ارقام به هزاران نفر رسید. بیش از 80% تظاهر کنندگان جوانان بودند. ده ها تن کشته شدند و تعداد زیادی نیز دستگیر شدند. یک شاهد میگوید خانواده دستگیر شدگان نمیدانند فرزندانشان کجا هستند. به این دلیل در مقابل زندان ها تجمع می کنند و پلاکارد هایی را با خودشان حمل می کنند و خواهان آن هستند که رژیم محل نگهداری فرزندانشان را به آنها بگوید. در ایران ده ها زندان و بازداشتگاه وجود دارد. حتی به گفته کسانی که توانستند از تعدادی از آنها نجات پیدا کنند، این عدد به صد ها زندان می رسد. اغلب آنها مخفی هستند و اسم ندارند و فقط با یک شماره شناخته می شوند. دکتر سنابرق زاهدی مسئول کمیسیون قضایی شورای ملی مقاومت ایران گفت طبعا اذا اردنا نتكلم عن السجون بمعنى التقني فهناك طبعا سجون للسجناء السياسيين هناك سجون للناس الذين على می توانیم بگوییم در ایران تحت حاکمیت آخوندها تمامی زندانها زندانهای سیاسی هستند، چرا که رژیم وقتی دست به دستگیری های گسترده می زند، هدف اولیه‌اش ایجاد ترس در دل مردم است و همانطور که می دانید در این رژیم هر سال 600 هزار نفر وارد زندان می شوند. ولی فکر می کنم که بهتر است از زندانیان سیاسی صحبت کنیم. در این رابطه دستگاه های مختلفی وجود دارند که مردم را دستگیر می کنند. در میان آنها وزارت اطلاعات است. وزارت اطلاعات زندان‌های خاص خودش را دارد. در زندان‌های رسمی مراکز مخفی وجود دارند که وزارت اطلاعات از آنها استفاده می‌کند. اطلاعات سپاه پاسداران هم زندان‌های خودش را دارد. دادستانی کل و آنطور که گفته می‌شود دادستانی انقلاب هم زندان‌های خاص خودش را دارد. ما به عنوان مقاومت ایران با آمار دقیقی که تهیه کردیم، چه از طریق کانال‌های ویژه‌ای که در داخل رژیم داریم و چه از طریق شبکه‌های مقاومت و چه از طریق تمرکز بر روی اظهارات سران رژیم، اعلام کردیم که تا امروز بیش از 8000 نفر دستگیر شدند. ولی تا این تاریخ هنوز دستگیری‌ها ادامه دارد و می‌توانیم بگوییم که تعداد بازداشت شدگان بیشتر از این رقم شده است. خانم مریم رجبی رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران اطلاعیه‌ای صادر کرد و بر اساس اطلاعات جدیدی که به دست آورده ایم اعلام کرد که تعدادی از بازداشت شدگان و برادرانمان در زندان‌های تهران، زنجان و سنندج جان خود را از دست دادند. سجن سنندج كما ان في مدينه زنجان التي تعتبر من المدن التابعة للمنطقة الآذرية أيضا استشهد أحد المعتقلين باسم محمد نصيري.